سلام و درود گرم به شما بینندگان محترم با زنگ سلامت صد دهم ده در خدمتتون هستم امیدوارم که همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید و با ورزش و زندگی سالم بتونید به موفقیت های بیشتری نایل آیید در هفته گذشته متاسفانه به خاطر یه سری درگیری های کاری و درسی نتونستم در خدمتتون باشم که امیدوارم به بزرگواریتون ببخشید و از یه طرف هم این برنامه هایی که تا حالا ضبط و پخش شده واقعا یه آرشیو بزرگیه برای همه شماها عزیزان که هرگاه نیاز داشتین به هر بیماری میتونید از طریق وبسایت ها اینا را به راحتی پیدا بکنید و با یک نگاه به هر کدوم از این بیماری ها میتونید خیلی کمکی به اون ریکاوری و در واقع بهبود اون بیماریتون داشته باشید و بتونید که کی و کجا چه تصمیمی را بگیرید خب در این برنامه اول از همه به یکی دو تا موضوع خیلی مهم که در هفته اخیر همزمان بود اشاره می کنم اولین موضوع روز ملی فیزیوتراپی ایران است که مصادف با دوم مرداد بود در هفته گذشته در طی 50 سال اخیر عزیزان و همکاران بزرگواری در داخل کشور و بعضی از خارج سعی زیادی کردن که فیزیوتراپی ایران را به استاندارد روز برسانند و در این مسیر تلاش های خیلی زیادی انجام شد من جمله توسط شخص خیلی بزرگواری به اسم دکتر محسن هاشمی که ایشون رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران بودن و در واقع یکی از مهمترین بنیانگذاران رشته فیزیوتراپی در داخل کشور هستند و هنوز هم ایشون با جدیت و تلاش بسیار مشغول به کار و خدمت هستند و هرچند در فعالیت های سمفی زیاد مشارکت ندارند ولی بنیه و پایه رشته فیزیوتراپی را در ایران بنا نهادند و جای بسیار قدردانی و تشکر از این شخصیت بزرگوار داره و منم به نوبه خودم از ایشون واقعا تشکر می کنم به خاطر زحماتی که در طی این سالیان دراز برای این رشته خیلی مفید کشیدند و امیدوارم هر جا هستن سالم و تندرست باشند و منم به نوبه خودم روز ملی فیزیوتراپی که دوم مرداد هست را به همه همکاران عزیز در سراسر جهان و همچنین و بالاخص به دکتر محسنی تبریک ارز می کنم و امیدوارم که مسئولین رشته و فعالین سنفی بتوانند با برد و درسگیری از همچین اساتیدی بتوانند پایه ها را هرچه ما کمتر کرده و به سهم خودشون در ارتقای رشته فعالیت کنند همچنین از انجمن فیزیوتراپی ایران و مخصوصا شعبه تهران و برد فیزیوتراپی ایران که همگی با هم جشن خیلی بزرگی را به مناسبت روز ملی فیزیوتراپی ایران تهیه و تدارک دیدن و در تهران برگزار شد که امیدوارم همه عزیزان بهترین استفاده را از این چنین مراسمی داشته باشن و با کمک همدیگه بتوانند رشته را به بهترین استاندارد برسونند مسئله دوم انتخابات نظام پزشکی ایران بود که در اواخر تیر ما انجام شد خب نظام پزشکی احتمالاً برای کسانی که آگاهی ندارند یه مختصر اطلاعی بنده بدم یکی از مهمترین ارگان های سیاست گذاری در نظام سلامت هر کشور هست در خیلی از کشورها نظام پزشکی به دو بخش تقسیم شده یک بخشی که مستقیم به مسائل و موضوعات مربوط به همکاران پزشک میپردازه مثل بریتیش مدیکال کانسل که انجمن مخصوص پزشکان انگلیس هست و شاخه دوم هلس پروفشنال کانسل که البته جدیدا اسم شده هلس اند کیر پروفشنال کانسل که این بخش یا این ارگانیزیشن به کارها و امور صنفی و علمی رشته های پیراپزشکی در واقع می پردازه من جمله فیزیوتراپی، کاردرمانی، طب فیزیکی، استوپاتی، کایروپرکتیس، بینای سنجی، کاردرمانی، شنوای سنجی، پدیاتریشن، افرادی که با بچه ها کار میکنند و رشته های مختلف دیگه که الان به ذهن هم این دو بخش در واقع این دو ارگان محوریت اصلی و طراحان اصلی پالیسی های نظام پزشکی هستند با همکاری وزارت سلامت خب متاسفانه این انتخابات با یک مسئله کوچکی روبرو شد و آن اینکه قرار بود متخصصین رشته پزشکی بتوانند به طور اینترنتی هم رای بدن ولی در روز رای این به مشکل برخورد و از همه خواستن که فقط حضوری ببرن برای رای دادن که این مشکل باعث شد که تعداد زیادی از همکاران در رشته های مختلف نتونن رای بدن چرا که به خاطر کنسل شدن این رایگیری اینترنتی خیلی ها در مسافرت بودن و این شانس را از دست دادن ولی به هر حال انتخابات انجام شد و از حدود 190 خورده شهر رشته ای یکی دو نفر انتخاب شدن و و از مجموع این افرادی که انتخاب شدن در نهایت دی برای شورای عالی نظام پزشکی انتخاب می شوند و حدود 20 نفر هستند که این افراد مسئولین و طراحان اصلی نظام پزشکی کشور خواهند شد و از یک طرف هم از بین این افراد منتخب یک نفر به عنوان رئیس نظام پزشکی انتخاب خواهد شد خب وقتی بخوایم به مسئولیت های نظام پزشکی بپردازیم خیلی وسیعه در ایران نظام پزشکی فقط یک ارگان هست در واقع به مسائل تمام رشته های پزشکی می پردازه و به همین خاطر خیلی وسیع تر از حتی کشورهای دیگه هم هست و بایستی باشه چرا که تمام رشته ها رو در زیر مجموعه یک ارگان اقدام کردن و این از یک طرف فوایدی داره و از یک طرف هم طبیعیه که مشکلاتی خواهد داشت چرا که متاسفانه در نظام سلامت ما مسائل خیلی در واقع میتونم بگم به طور غیر سیستماتیک انجام میشه هرچند که در برنامه های قبلی به این موضوعات به طور خلاصه پرداختم ولی امروز میخوام ببینیم سیاست های نظام سلامت کلا بایستی چجوری برنامه ریزی و اجرا بشه و در واقع در رابطه با سیاست در سلامت میخوام یکم صحبت بکنم خب اشاره کردم که مسئولیت اصلی نظام پزشکی هر کشور اینه که اولا به موضوعات سنفی این رشته ها به پردازه مثل سبتنام این افرادی که فارغ تحصیل میشن مثل مسائل سنفی دیگه مسائلی که بین رشته ها پیش میاد مشکلاتی که همکاران برای همدیگه ایجاد میکنن مشکلاتی که برای بیمار ایجاد میکنن اینها مسائل در واقع زیر ای از موضوعات اصلی هستند که نظام پزشکی هر کشور بایستی با آن رسیدگی کنه ولی وظیفه اصلی نظام پزشکی هر کشور اینه که با یه سری ایدهها و طرحهای جدید که هم به نفع مسائل سیاسی کشور هست و هم به نفع بهتر کردن مشکلات نظام سلامت مخصوصا با توجه به بیمار باسی این برنامه ها طراحی بشه و با مشورت و رای گیری و در نهایت به وزارت بهداشت و سلامت ارائه بشه در کنار طرحهایی که خود وزارت بهداشت به وجود میاره خب اه متاسفانه اه نظام سلامت ما با توجه به اینکه افراد خیلی متخصص خوب و زیادی داریم ولی مشکل اصلی نظام سلامت ما اینه که به همون شیوه قدیمی و در واقع کت خدا منشی داره اداره میشه هیچ روش و اصول خاصی نداره که به طور سیستماتیک این مسئولیت ها اجرا بشه و از این متخصصین و از این ایده های خوب و بالقوه بتونیم بهترین استفاده رو بکنیم خب برای اینکه این ایده ها و تئوری های خوب در نظام سلامت هر کشوری به اجرا در بیایند نیاز به یک سری مدیران خوب داریم که اینها را بتونن به اجرا در بیارن و الله ایده خیلی زیاده هر کسی میتونه بگه اگه این کارو بکنیم بهتر میشه اگه اون کارو نکنیم بهتر نمیشه و غیره ولی اگه به دوربرمون نگاه بکنیم متوجه میشیم که در خیلی از کشورها وزیر بهداشت یا وزیر نظام سلامت و کشور اصلا از شاخه پزشکی نیست به عنوان مثال به کشورهای اروپایی نگاه بکنیم خیلی هاشون اصلا در رشته پزشکی تحصیلی نداشتن برای اینکه وزیر به عنوان یک مدیر داره وزارت بهداشت یا سلامت را اداره میکنه نه به عنوان متخصص پزشکی و به همین لحاظ داشتن و تجربیات مدیریت در اداره نظام سلامت مهمترین نکته در این مورد هست که باعثی توجه خاصی به اون بشه خب همینجور که میدونیم در طی روزهای آینده شاهد معرفی وزیرای کابینه به مجلس خواهیم بود و امیدوارم که ریاست جمهوری کسی را انتخاب کنن که بهترین ترها و ایده ها را برای این کار داشته باشه البته جناب دکتر هاشمی اعتمالا انتخاب خواهند شد و ایشون آدم منطقی و خوبی هستن زحمات زیادی کشیدن ولی متاسفانه یک سری زعف در نظام سلامت ما هست که بایستی با اونها به طور جدیت بپردازند. یکی از طرحهایی که جناب دکتر هاشمی در طی دوره قبلی ارائه دادن طرح تحول نظام سلامت بود و همونجوری که اکثر شماها اطلاع دارید مهمترین هدف های این تر یکی ارتقاء نظام سلامت در واقع ارتقاء کیفی اون بود دوم کم کردن و کاستن هزینه ها برای بیمار و سومین رعایت عدالت و برابری بود که این تر البته جزئیات زیادی داره میتونید در جاهای مختلف بخونید و خیلی از شما اطلاع دارین خب این طرح طرح خیلی خوب و مفیدی هست برای نظام سلامت ما و در واقع هرچه بیشتر بایستی ارتقا پیدا بکنه ولی این طرح با توجه به فوایدی که داره نکته ضعفهایی هم داشت و مهمترین اونها عدم ضوابتی که بتونه در مرحله اجرا با اونها با مشکل برخورد نکنیم و دومی ارائه بودجه لازم به این طرح در واقع به نکته افیشینسی می رسیم یا کارآمدی ترها و لوایه هر دولت ببینید تری که ارائه داده میشه بایستی به این نکته توجه بکنیم که این تر چقدر مفید خواهد بود و چقدر ریسک های در واقع به تأخیر انداختن یا جلو گیری از موفقیت این طرح رو باید بررسی بکنیم به همین خاطر با سی مطالعات زیادی در مورد این طرحها بشه و در نهایت اگه بخوایم به مهمترین ضعفی که نظام سلامت ما داره بپردازیم اینه که همونجوری که اشاره کردم نظام سلامت ما سیستماتیک نیست در طی این یکی دو دهه پیشرفت های خیلی زیادی داشتیم ولی متاسفانه عدم استفاده از مدیران متخصص و کارشناس و اکسپرت باعث شده که خیلی از ترها به خوبی به موفقیت نرسند و یا خیلی از ترها و ایده هایی که بایستی اجرا بشن اصلا مطرح نشدن و یا هنوز کسی به اونا توجه نمی کنه پس وقتی به بحث سیاست در نظام سلامت نگاه بکنیم متوجه میشیم که خیلی بخش وسیع هست ولی متاسفانه در کشور ما تمام سیاست گذاران کمترین اولویت را به نظام سلامت میدن در واقع میتونیم بگیم بجز وزارت بهداشت و کمیسیون مجلس کمیسیون پزشکی مجلس چندان صحبتی در رابطه با ترها و لوایح موفقیت آمیز و آینده نظام سلامت نمیبینیم و نمیشنویم در هفته گذشته برای اولین بار بنده شاهد یک مصاحبه جناب دکتر هاشمی با شبکی یک بود فکر کنم پخش میکرد گوش دادم یه نیم ساعتی حرفای خیلی خوبی زدن و به نکات خیلی خوبی اشاره کردن ولی به اینی که هیچ برنامه ای ما داشته باشیم که بتونیم این نظام سلامت و قوانین و اجرای این قوانین ها را به طور سیستماتیک در بیاریم در واقع مثل یک برنامه کامپیوتر باز باشه که به طور اتومات این پله ها با هم هماهنگ باشن و این قسمت های مختلف نظام سلامت با همدیگه کوردینیشن باشن در واقع هماهنگی داشته باشن و بتونن بهترین کارایی رو داشته باشن به عنوان مثال در یه برنامه من فکر کنم این مثال رو زدم اگه یه بیمار با یک سانحه به بی یک بیمارستان ارجا داده میشه دیگه از لحظه‌ای که این بیمار به بیمارستان میرسه بایستی تمام این افراد اتوماتوار به وظایفشون رسیدگی بکنن و این بیمار اونجا وسط راه رو نمونه برای 20 دقیقه یا نیم ساعت و یا اگه لازمه به بیمارستان دیگه ارجا بشه یا اگه لازمه در روش های درمانی این ریویو بشه در واقع بازنگری بشه و ببینن که بهترین روشی که میشه این بیمار را به بهترین و آسانترین و سریعترین زمان درمان کرد چی هست پس ببینید سیاست گذاری در نظام سلامت خیلی حائز اهمیت هست و امیدوارم که مسئولین نظام سلامت ما از بالاترین رده گرفته تا پایین ترین مسئولی که در بیزیسته یک شهرستان داره کار میکنه یک سری قواعد و اصولی را پیروی بکنن البته با این قواعد و اصولی اگه هست آپدیت بشه، ریویو بشه، بازنگری بشه و اگر نیست با توجه به استانداردهای روز دنیا گروهی تعیین بشه در وزارت سلامت و اینها را بیان ببینن که در ژاپن چجوری نظام سلامت در آمریکا چجوریه در استرالیا چجوریه در افغانستان چجوریه در کشورهای عربی چجوریه و یا در روسیه چجوریه یک اطلاعات کاملی از اینا به دست بیارن و فقط فقط فقطم نرن دنبال اون چیزی که به عنوان مثال در آمریکا اجرا میشه متاسفانه خیلی از مسائل ما من جمله موضوعات نظام سلامت از کشور آمریکا کپی برداری میشه که این اصلا جای شایسته و جایز نیست چرا که خود آمریکا نظام سلامت چندان خوبی نداره و در خیلی از جاها میبینیم که طرح به عنوان مثال طرح اوباما کر با اون همه تشکیلات اومد و باز الان داره برداشته میشه پس این نشان میده که نظام سلامت آمریکا چندان نظام سلامت موفقی نیست نسبت به کشورهای اروپایی و از یه دی طرف دیگه نظام سلامتی که خوب باشه میاد رو لایف استال و نحوه زندگی سالم مردم اون کشور سر گذاری میکنه وقتی به مردم آمریکا نگاه می میبینیم که دو سومشون مشکلات سلامت دارن ولی در مقایسه با مردم اروپا که این همه سالم هستن و زندگی سالمی دارن خب این نتیجه اصلی ترها و قواعد و قانون های در نظام سلامت اون کشورها هست که اروپا خوشبختانه پیشرفته ترین نظام سلامت و قانون و سیاست های دنیا رو داره و دلیل اصلیش هم اینه که سیاست اروپایی مرتب و مرتب از مجلس گرفته تا کابینه وزرا و غیره مهمترین بحث تمام سیاست اروپایی در مورد سلامت هست چه هنگام انتخابات چه هنگام سوانه و اتفاقات دیگه مرتب میبینیم که در مجلس انگلیس حداقل هفته یکی دو تا موضوع اصلی اون در مورد نظام سلامت هست از یک طرف اخبار اون کشور از یک طرف روزنامه ها و تلویزیون ها روزی نیست که شما شبکه اخبار کشور اروپایی رو نگاه کنید و موضوعی در رابطه با سلامت از مسائل مشکلات افراد با ناراحتی های روحی روانی گرفته تا بیماری های دوران سالمندی تا بیماری های و کودکان و غیره باهاش مواجه نباشیم پس بحث سیاست در نظام سلامت احتیاج به مطالعه داره احتیاج به برنامه ریزی داره احتیاج به ریسک اسسمنت داره و احتیاج به نظارت داره متاسفانه در بخش نظارت نظام سلامت ما تقریبا میتونیم بگیم چندان فعال نیست و امیدوارم که با یک برنامه ریزی درست بتونیم هرچی بیشتر در نظام سلامت شاهد ارتقا باشیم چرا که اشاره کردم با توجه به افراد متخصص زیاد ولی متاسفانه اون هماهنگی و اون پیشرفت در کل سیستم سلامت ما زیاد خوب نیست و کافی نیست و به همین لحاظ سعی کردم در این برنامه اشاره به این موضوع داشته باشم و امیدوارم که همه با همدیگه بتونیم کمک هر چند کمی به این مشکل بکنیم نکته دیگه ای که حاضر اهمیت هست و در ادامه هم یک بر ویدیو خیلی کوتاهی از یکی از متخصصین عزیز کشورمون خواهیم دید استفاده از افراد متخصصی که در کشورهای دیگه آموزش دیدن و کار کردن به عنوان مثال به دکتر و پروفسور سمیعی میخوام اشاره بکنم که ایشون همه میشناسین یکی از بالاترین و بهترین متخصص های نورولوژی در دنیا هستند که در آلمان، آفریقا، چین و در طی این چند سال در ایران هم یک مرکز بزرگ نورولوژی تهیه کردن و در حال ساخت است و بهترین کار اینه که از چنین کسانی بیشترین استفاده بشه تا بتونن این ایده ها و تجربیاتی را که در کشورهای پیشرفته دیدن و باشون زندگی و کردن و کار کردن و درس خوندن و درس دادن را به کشورمان منتقل کنند و از این موضوعات بتونیم استفاده بکنیم خب با هم میریم یک کلیپ کوتاهی در واقع مصاحبه با دکتر سمیعی را مشاهده میکنیم و برای اطلاعات و سوالات میتونید از طریق وبسایت با بنده در تماس باشید سوال و نظری دارید در خدمتتون هستم